و همونطور که آقای دادخواه اشاره کردن، نفت درآمد اصلی دولت ایران در تنظیم بودجه نقش اساسی داره. برای بررسی بیشتر این بخش از بودجه، سارا وخشوری کارشناس نفت و گاز از واشنگتن با ماست. خانم وخشوری، با توجه به آنچه که آقای دادخواه اشاره کردن و در گزارش امیر هم داشتیم، آیا میشه گفت که در حقیقت این قیمتی که تعیین شده قیمتی است که، یعنی 50 دلار قیمتی است که در حقیقت دولت به اون توجه کافی رو کرده، امید بسته، به خاطر اینکه منابع کل بودجه کشور حدوداً 1,084,000 میلیارد تومان تعیین شده و بر این اساس باید قیمت نفت رو تعیین بکنیم؟ قیمت نفت 50 دلار حداقل برای اول 3 ماهه اول سال آینده قیمت منطقی به نظر میرسه، مخصوصا بعد از این توافق اوپک که به نظر میرسه بازار داره به یه نظمی میرسه. از ما اگه بپرسیم، ما بیشتر از 3 ماه اول نمیتونیم قیمت رو پیش بینی کنیم، به دلیل اینکه ممکنه که نظم بازار به هر دلیلی به هم بخوره. اما برای ایران و رئیس جمهور ایران که باید بودجه رو ببندن، به نظر میرسه میانگین 50 دلار برای سال آینده یک میانگین منطقی هست و نکته که وجود داره اینه که به هر صورت مشخصه و بازار انتظار داره که قیمت‌های سال آینده، سال 2017، بالاتر از قیمت‌های امسال باشه به دلایل مختلف، از جمله نظم بیشتر بازار و توافقی که الان اوپک و غیر اوپک کردن برای کاهش تولیدشون. خب شما اشاره کردید که احتمال داره قیمت بره بالا، ولی اگه نرفت چی؟ این در مورد بودجه و تاثیرش روی بودجه رو اگه بپرسین، به احتمال زیاد بالا خواهد رفت، برای اینکه از ماه ژانویه این توافق به اجرا خواهد رسید، امیدواریم. به نظر میرسه که اکثر کشورهای اوپک و حتی روسیه که به این توافق رسیدن، همگی نیاز دارن به این قیمت‌های بالاتر نفت و هم مثل ایران یک کشور تنها نیست، همه این کشورهای تولید کننده احتمالاً سال آینده بودجهشون روی قیمت‌های بالاتر حدود همین 50 دلار خواهند بست. بنابراین همگی توی بازار نیاز دارن که به این قیمت‌ها برسن. ولی حالا اینکه اگر کشوری میاد تخطی میکنه، یا اینکه فرض کنین قیمت‌ها به حدی برسه که یک دفعه تولید نفت آمریکا به شدت افزایش پیدا بکنه، داستان دیگه ای. ولی به نظر میرسه 50 دلار یک نقطه تعادلی هست که در سال آینده ما شاهد خواهیم بود که میزان نفت‌های غیر اوپک و اوپک به تعادلی خواهد رسید که اون قیمت نقطه تعادلش 50 دلار باشه. خیلی خب، حالا این از منظر قیمت، ولی اگر از منظر تولید نگاه بکنیم، بازار ما میدونیم که شما اشاره کردید به نفت غیر اوپک، مثلا نفت شل آمریکا هم هست. الان ایران در لایحه بودجه تولیدات خودش رو روزانه 2,420,000 بشکه پیش بینی کرده. این تا چه اندازه میتونه منطقی باشه و قابل تحقق؟ یه حساب سرانگشتی روی کاغذ بکنید، اگر که منظورشون نفت خام بوده، چون گاهی مقامات ایرانی وقتی از نفت صحبت میکنن مایعات نفتی رو هم در نظر میگیرن، من جزئیات این لایحه بودجه رو ندیدم، اگر منظور این 2,420,000 بشکه نفت خام باشه، به نظر حدود 2,300,000 بشکه در روز حداقل اضافه بوده، مگر اینکه ایران یا در نظر داره که میزان مصرف داخلش رو، یعنی میزان فیرستاک پالایشگاهاش، نفت مصرفی پالایشگاهاش رو کاهش بده، خوراک پالایشگاهیش رو کاهش بده 200 یا 300,000 بشکه یا بیشتر، که این غیر منطقی به نظر میرسه، چون ایران نیاز داره به این فرآورده هایی که تولید میکنه و به هر صورت نیاز داخله. یا اینکه یک منبعی هست که ما خبر نداریم و قرار هست که به شدت صادرات ایران افزایش پیدا کنه، ولی تا جایی که ما و بازار اطلاع دارن، صادرات ایران تا آخر امسال و تا سال آینده بیش از 50 تا 90 همون 90,000 بشکه که اوپک براش در نظر گرفته بیشتر نمیتونه بشه از لحاظ فنی. و ضمن اینکه خب برای 6 ماه اول سال آینده ایران تعهد اوپک رو پذیرفته و یک نهایت قیمت، نهایت تولید رو در نظر گرفته. اگر بنابراین اگه نفت خام منظورشون بوده، روی کاغذ میزان صادراتی رو که در نظر گرفتن با کل تولید و مصرف پالایشگاهشون جور در نمیاد. اگر که منظور مایعات نفتی رو هم
شامل این صادرات میانات نفتی یا مایه های NGL رو هم در نظر گرفته باشن میشه جور دیگه بهش نگاه کرد. اما در کل نکته ای که مهمه اینه که ایران در سال آینده خلاف اکثر کشورهای اوپک که تولیدشون رو کاهش بد بدن نیاز نداره، تولیدش رو کاهش نمیده و خب قیمت ها بالاتر میره. یعنی ایران مسلما جز کشورهای توی اوپک میشه گفت تنها شاید به جز دو کشور دیگه ای که مجاز هستن تولیدشون رو افزایش بدن یا کاهش ندن، حداقل از این افزایش قیمت ها سود بیشتری میبره چون تولیدش یکسان خواهد بود و همینطور حدود 90,000 بشکه در روز هم جای افزایش تولید خواهد داشت و از اون طرف هم میتونه از افزایش قیمت های بازار استفاده کنه. بنابراین مسلما درآمدش در سال آینده نه تنها فقط به خاطر افزایش قیمت ها و به خاطر اینکه ایران لزومی نداره تولیدش رو کاهش بده بیشتر از امسال خواهد. ممنونم از سارا وخشوری، کارشناس نفت و گاز از واشنگتن.